با نام و یاد خدا با عرض سلام به خبرهای ساعت ده شب از طلوع خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تلاش‌ها برای راهیابی دوباره نامزد وزیران رد شده. شمار از اعضای مجلس در تلاش هستند تا نامزد وزیرانی که دارای دو شهروندی هستند دوباره شامل فهرست نامزدان بسازند. چهار زوات محترمی که امروز در هیئت اداری شیشته دو نفرش تابعیت بیرونی داره. ترکمنستان بزرگترین شریک بازرگانی افغانستان. آگاهان اقتصاد میگن که با عملی شدن پروژه های بزرگ اقتصادی کابل اشقابات ترکمنستان بزرگترین شریک بازرگانی افغانستان خواهد شد. گاز و در آینده نفت از راه افغانستان و آسیای جنوبی به پاکستان و به هندوستان خواهد رسید. کشته و زخمی شدن 18 تن در یک حمله انتحاری در هلمند. در یک حمله انتحاری در ولایت هلمند دو تن جان باختند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. دی سرک بندی دی نظم امی و کاروان چی و خطروان و دی موتر بم انفجار رو بندی سوی دی چی پترس که پتی داد دی شپارس نفر زخمیان دی او پتی داد دی دو نفر شهیدان. با انتقاد از مبارزه جهانی در برابر فقر و نابرابری های اجتماعی، شمار از فعالان از کافی نبودن مبارزه جهانی با فقر، نابرابری های اجتماعی و تغییرات اقلیمی انتقاد می‌کند. سمیر اساسون با مشروع خبرهای این ساعت. شمار از نمایندگان در مجلس با گردآوری امضا تلاش دارند تا نامزد وزیران را که دارای دو شهروندی هستند دوباره شامل فهرست نامزدان بسازند. در این حال هیئت اداری مجلس نمایندگان هشدار می‌دهد که مجلس مصوبه‌اش را هیچگاه نقص نخواهد کرد. در نشست امروز همچنان نامزد وزیران صحت، معدن و مخابرات و نیز نامزد ریاست عمومی امنیت ملی در مجلس نمایندگان برنامه‌های کاریشان را اعلام کردند. جناب رئیس، ما از فیصله و از مصوبه ولوسی جرگه عقب نشینی نمی کنیم. تنش‌ها درباره چگونگی حضور دوباره نامزد وزیرانی که دارای شهروندی دوگانه دارند در مجلس نمایندگان باری دیگر بالا گرفت. شمار از نمایندگان بر بودن نامزد وزیرانی که دارای شهروندی دوگانه هستند در کابینه تاکید می‌ورزند و مصوبه مجلس را درباره رد شدن 7 نامزد وزیر مخالف قانون می‌دانند. دوستایی که فکر میکنن تابعیت دومی سبب از این میشه که افغانها نتانند تعهد به افغانستان داشته باشه، 4 زوات محترمی که امروز در هیئت اداری شیشته دو نفرش تابعیت بیرونی داره، چند نفر از وکیلا در امی داخل امی تالار تابعیت بیرونی داره، آیا ما بیاییم یک تذکره را به عنوان یک تعهد قبول کنیم؟ کی محکمه کد و افراد را که در داخل افغانستان با یک تابعیت آمدن وطن برباد کردن و فروختن؟ این نمایندگان با سر و صداهای بسیار برای گردآوری امضاها بر حضور دوباره این نامزد وزیران در کابینه تاکید می‌ورزند. اما شمار از نمایندگان به شمار هیئت اداری مجلس بر عملی شدن مصوبه مجلس تاکید می‌ورزند. ما جزایر با تیم خود، با دوستای خود هیچ وقت آمادگی نداریم که مصوبه ولسی جرگه را بشکنانیم. یکی، سر خود قربان میکنیم مصوبه ولسی جرگه را بشکستاندن نمیمانیم. از طرف بادارش وظیفه میگیره، امضا جمع میکنه و میخواه پارلمان را بدنام کنه. ما این را اجازه نمیتیم. قانونش همیست یک سلس امضا کنه، دو سلس رای میگیره، ما استقبالش میکنم. سرانجام پس از این جنجال ها فرصت سخن گفتن به نامزد وزیران فراهم می شود. نامزد ریاست عمومی امنیت ملی نبود سرمایه گذاری های بنیادی و راهبردی را از چالش های اصلی این ریاست می داند و تاکید می ورزد که این چالش ها را از میان خواهد برداشت. آقای نبیل از دخیل بودن 34 حزب سیاسی و مذهبی در کشورهای امسایه در نبرد افغانستان سخن می زند. من اکنون در حدود 34 حزب سیاسی و مذهبی تحت راهنمایی مستقیم استخبارات در کشورهای همسایه به طور غیر مستقیم با تشویق جوانان به نام جهاد و یا هم به طور مستقیم در جنگ افغانستان دخیل اند. اما در صورتی که به تلاش هایشان جهت بی‌ثبات ساختن افغانستان ادامه دهند، آتشی را که برای ما افروختند دامن خودشان را خواهد سوخت. این نامزد رئیس شناسایی جاسوسان را در نظام از اولویت‌های کارش می‌داند. در این میان نامزد وزارت صحت عامه از ایجاد یک شفاخانه تخصصی برای درمان بیماری‌های خطرناک و جلوگیری از ورود داروهای بی‌کیفیت در کشور سخن می‌زند. احتیاجی هموطنان بی‌بضاعت ما را
از چنگال مافیای سیهی کشورهای همسایه با توکل به خداوند عز و جل و همکاری شما نمایندگان دلسوز و حکومت وحدت ملی کاهش خواهیم داد. نامزد وزارت معدن ایجاد یک شورای مشوره‌دهی را با حضور نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان مجلس درباره جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن از نخستین کارهایش می‌گوید. با استفاده از دیدگاه‌ها و مشوره‌های معقول میز بزرگ پالیسی، تمام پتانسیل‌های موجود سکتور معدن و پترولیم بر اساس واقعیت‌های متحول بازار بین‌المللی این منابع بررسی مجدد خواهد گردید. نامزد وزارت مخابرات و فناوری تکمیل شدن پروژه فایبر نوری و مسون ساختن گفتگوهای تلفنی را از اولویت کارهایش می‌داند. هغه مخابراتی شرکتونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي، ش تخنیکی ظرفیت لري. زما کوشش په داوی چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت تخنیکی ظرفیت هم د دغو شرکتونو په اندازه برابر یا لهغو هم زیات شي. در حالی که این نامزدان کابینه برنامه هایشان را در مجلس تشریح می کردند، بسیاری از نمایندگان به گفتگوهای انفرادی پرداخته بودند. همه این گفتگوها برای راه یافتن دوباره عفو نامزد وزیر که به علت داشتن شهروندی دوگانه از مجلس رد شدند، جریان دارند. در همین حال تلاش های ادامه دارند که مجلس نمایندگان درباره نامزد وزیرانی که شهروندی دوگانه دارند تجدید نظر کند. مشاور رئیس اجرایه میگوید که گفتگوها میان رئیس اجرایه و مجلس نمایندگان برای جستجوی یک رای حل در این باره ادامه دارند تا نامزد وزیرانی که شهروندی دوگانه دارند دوباره برای گرفتن رای اعتماد به مجلس راه یابند. در همین حال وزارت امور خارجه در نامه‌ای به مجلس نمایندگان تایید کرده است که نورالحق علومی نامزد وزیر امور داخله شهروندیش گذشته است و حالا نیز در نامه ترک شهروندی نورالحق علومی را تایید کرده است. جعفر مهدوی عضو کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی زود خوش آمدید آقای مهدوی به بحث ما. نظر شما در مورد تابعیت دوگانه برخی از نامزد وزیران چی است؟ آیا شما طرفدار آمدن 7 تن از نامزد وزیرانی هستند که رد شدند یا اینکه طرفدار مصوبه مجلس هستند و نمی‌خواهند که دوباره برگردند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز شما. بحث است که ما به ارتباط یک دو موضوع رو واضح بسازیم. موضوع اولی است که بحث کسانی که تابعیت دوگانه دارن به این مفهوم نیست که خدای ناکرده ما در تعهد و وطن دوستی از او مجلس نمایندگان شک داشته باشه. یک موضوع دوم است که بحثی که وجود داره بحث قانون اساسی افغانستان است. ماده 72 قانون اساسی افغانستان صراحت داره به ارتباطی که اعضای کابینه باید تابعیت واحد افغانی داشته باشه. و از طرفی هم یک ماه پیش مجلس نمایندگان فقط با مخالفت 5 یا 6 کارت سرخ بقیه به اتفاق را تصویب کردن که اعضای کابینه جدید معرفی میشه باید تابعیت واحد داشته باشه. اما از دیشب که 7 نفر اعلان شد، امروز از دیشب شروع شده تلاش های و امروز هم در صحن مجلس که در واقع فیصله شکسته شود و به هر حال تعداد از دوستان در حال جمع‌آوری امضا بودند. بحث ما است که نفس کاری دوستا به لحاظ قانونی مشکل نداره. مطابق پروسیجر و اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان در صورت که 1/3 درخواست کنه که فیصله شکسته شود، 1/3 اعضای اولسی جرگه و 2/3 رو تایید بکنه و فیصله شکسته میشه. اما پرسش به لحاظ اخلاقی برای افکار عمومی ایجاد شده است که در این مدت یک ماه چه اتفاقات افتاده که امروز تعدادی از وکلا دقیقاً 180 درجه با مصوبه یک ماه قبل خود در واقع نظرشون تغییر کرده. خب حالا اگر بحث تابعیت به این حد جدی و به این حد مهم است، خب حالا برخی از اظهارات وجود دارد که ممکن برخی از اعضای مجلس نمایندگان دو تابعیت باشند و حتی در سطح بالایی و کسانی که یک تابعیت داشتن افغانستان را ویران کردن، با اونا چی کار صورت گرفت که حالا میخواین که با دو تابعیت ها صورت بگیره و او فقط یک سند است و هیچ کسی نمیتونه خون افغان ها را تغییر بده و در این مورد برخورد دوگانه صورت گرفته؟ یک بحثی است که مطابق آماری که ارائه شد بیشترین تعداد افرادی که در فسادی داری در اختلاس ها و نهایتا فرار از کشور در طول 2013 سال گذشته نقش داشته، متاسفانه کسانی بوده که در اداره کار میکرده با معاش های بلند و تابعیت دوم داشته و وقتی کشور ترک کرده
امروز ما میبینیم که دست حکومت افغانستان از بازخواست از اونا و مؤاخذه از اونا کوتاه است. یک موضوع. موضوع دیگه ای است که خدای نکرده به هیچ وجه ای پیش مجلس نمایندگان مطرح نیست که تمام کسانی که تابعیت دوم دارن خدای ناکرده بد باشه و تمام کسایی که تابعیت واحد داره خوب باشه. ولی یک بحث یا مار هست، بحث دیگه بحث قانون اساسی است. ای که مجلس نمایندگان تعداد از اعضایش تابعیت دوم داره، ای که کسانی دیگه ممکنه داشته باشه در بخش های حکومت، این بحث است که در قانون اساسی نیامده. ما بله، خب حالا چرا در مورد اعضای مجلس نمایندگان بحث تابعیتشان مطرح نشده در قانون که حالا شما قانونگذارا هستین و از وزیر پایین‌تر در سطح معینا و در سطح والیا چون این بحث مطرح نشده و اصلا بحث نشده روش؟ به هر حال در قانون اساسی اومده، ما مجبور هستیم، یعنی همه ما به عنوان چه کسانی که به عنوان رئیس جمهور، رهبران حکومت، اعضای کابینه، مخصوصا مجلس نمایندگان باید به یک میثاق واحد و ملی پایبند باشیم و امروز قانون اساسی افغانستان درباره رئیس جمهور و درباره وزرا صراحت داره و این صراحت نه در مورد اعضای مجلس نمایندگان آمده و نه درباره معینان و دیگر بخش‌های حکومت. ما تابع هم فیصله قانون اساسی افغانستان هستیم، ماده 72 صراحت داره و همین که حدود یک ماه پیش مجلس نمایندگان به صراحت چون این فیصله را صادر کردن در تایید ماده 72 قانون اساسی. آیا وقت هم گذاشته شد برای لغو تابعیت دوگانه؟ حالا این نامزدانی که تابعیت دوگانه داشتن تو همین پروسه ایشان به شکل قانونی حل میشد. بحث تابعیت آقای علومی حل شده و تایید شده که تابعیت دوگانه ندارن و اگر تا امروز بهشون فرصت داده میشد حالا از جمله کسایی نبودن که رد میشدن. بر هر کدامشان یک قدر وقت گذاشته شد تا که اونا برن همین پروسه را تایید بکنن؟ بله، به تاریخ فکر میکنم 31 یا 30 یکی دو روز پیش بود که اعضای هیئت مشترک مرکب از سه کمیسیون امور بین الملل، تفتیش مرکزی و کمیسیون معارف و تحصیلات عالی زیر نظر معاون اول مجلس نمایندگان جلسه داشتند با تعداد 27 نفر از کاندید وزرا و رؤسا در اونج فرمی توزیع شد و تمام ای افراد 7 نفر به اضافه کاندید رئیس بانک مرکزی اعتراف کردند که تابعیت دوم دارند. منتها بعضی از اونا عنوان کردند که نو درخواست دادن یا یک هفته پیش یا سه روز پیش یا چهار روز پیش یا یک روز پیش. پروسیجر از او جریان داره پیش ما و پروسیجر از این معمولا 6 ماه 7 ماه 8 ماه گاهن تا یک سال طول میکشه که پروسیجر لغو تابعیت انجام شود در کشورهای مطبوع و پیش مجلس نمایندگان و این هیئت که در واقع مستمسکش قانون اساسی افغانستان و فیصله تالار ولسی جرگه است این بود که مهرش شد که 7 نفر تابعیت دوگانه دارن. بحث آقای علومی امروز مکتوبش من شخصا دیدم که از وزارت خارجه آمده که کشور شاهی هالند مکتوب روان کرده که تابعیتشان لغو شده. او بحث است که باید هیئت مشترک و نهایتا تالار عمومی ولسی جرگه سر از او تصمیم بگیره. اما به ارتباط بقیه مطابق ماده 72 قانون اساسی و مطابق فیصله از اکثریت قاطع مجلس نمایندگان این فیصله شده است که اعضای دارای تابعیت دوگانه نمیتونن که در کابینه حضور داشته باشند. خب حالا با توجه به جنجال هایی که بر سر تابعیت دوگانه نامزدان وزارتخانه ها به وجود آمده و مجلس به دو دسته تقسیم کرده، بعضیایی که بر مصوبه مجلس تاکید دارن و حاضر هستن که سر و جانشان را قربان بسازن و بعضیایی که میگن برخورد دوگانه صورت گرفته، تلاش های برای پیدا کردن راه حل هم جریان داره. این تلاش ها چی بوده میتونه و نتیجه کار در مورد این نامزد وزیرها چی بوده میتونه؟ به هر حال تلاش هایی که وجود داره، به عنوان مثال تعداد از وکلا امروز یک تعداد البته محدودی تلاش دارن که امضا جمع بکنن، یک سوم رو پوره بکنن و با استفاده از مکانیزم هایی که در اصول وظایف داخلی است میتونن این مصوبه رو بشکنن. دو سوم باید اون مصوبه یک ماه قبل رو بشکنن. یک حرکت قانونی است، ما نمیتونیم بگیم که حرکت غیر قانونی است، اما اکثریت پارلمان سر مصوبه خود استاد هست و این مصوبه مصوبه نیست که در تعارض با قانون اساسی باشد، بلکه این مصوبه تایید ماده 72 قانون اساسی و تاکید بر اون ماده است. نکته بعدی است که متاسفانه در طول 4 سال گذشته بعضن فیصله های غیر قانونی ممکنه در مجلس نمایندگان صادر شده باشه یا حتی فیصله های قانونی بوده، حکومت وقت متاسفانه به این فیصله ها توجه نکرده، یک فضای بی‌اعتمادی را بین حکومت و پارلمان به وجود آورده. ما از رئیس جمهور در اینجا تشکر میکنیم، در روزی که کاندید وزرا را معرفی کردن اونا این صلاحیت را تاکید کردن در آخر که صلاحیت از ولسی جرگه است در تایید یا رد. حالا چیکار میکنین
فیصله مجلس چه خواهد بود با توجه به این تنش‌هایی که وجود دارد، جنجال‌هایی که با وجود آمده؟ به هر حال مجلس جای تنش و جنجال هست، جای بحث هست، جای نقد هست، جای مناظره است. در همه مجالس دنیا بسیار موضوعی طبیعی است و دوستایی که میخواین این مصوبه را لغو کنن، اگر تانستند یک سوم پره کنن و او را به هیئت اداری بتن و او را به رأی بگذارن، دو سوم باید او فیصله را بشکنن، یعنی 177 نفر. در اون صورت ما فکر میکنیم اگر حرکت کاملا قانونی بوده ما نمیتونیم این صورت خود گرفت فکر میکنین اما فضای داخل مجلس بسیار دشوار میبینیم، بسیار دشوار میبینیم، چون اکثریت قاطع مجلس نمایندگان سر فیصله خود استاد هستن. فیصله در واقع در تأکید ماده 72 قانون اساسی است. ما بسیار دشوار میبینیم، زمینه که وکلایی که به دنبال شکستن مصوبه هستن باید به افکار اومی پاسخگو باشن که ظرف مدت یک ماه چه اتفاق افتاده که اونا تصمیمشان 180 درجه تغییر داده. و با عنوان آخرین سوال، بحثی که حالا مطرح میشه موضوع تابعیت باعث شده تا توجه چندان به برنامه هایی که نامزد وزیران دیگر را میکنن نشوه، واقعا چنین است؟ اونطور نیست. جلسات جریان داره بین کاندید وزرا و وکلا که اونا برنامه خود تشریح میکنن. گذشته از او پیش از سخنرانی ها یک رسم خوبی که در این دوره معمول شده که کاندید وزرا برنامه خود مکتوب پیشاپیش برای اعضای ولسی جرگه روان میکنه و اعضای پارلمان رو مطالبه میکنه. طبعا اگر در جلسه یک مقداری او شور اشتیاق که دوره قبل نیست، به این خاطر است که اونا برنامه را قبلا مطالعه کردن. تشکر میکنیم با شما جعفر مدوی، عضو کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان، برای بحث بیشتر با ما بودین. با عمل شدن پروژه های بزرگ اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان که در سفر رئیس جمهور روی آنها توافق شده است، ترکمنستان بزرگترین شریک بازرگانی افغانستان خواهد شد. آگاهان اقتصاد میگن با توجه به پروژه های بزرگ انتقال گاز، راه لاجورد، ایجاد شبکه خط آهن و ایجاد یک ترمینال انتقال انرژی در مرز دو کشور که میان رئیسان جمهور افغانستان و ترکمنستان درباره آنها توافق شده است، ترکمنستان حرف نخست را در مشارکت اقتصادی و بازرگانی افغانستان خواهد زد. رئیس جمهور در سفرش به ترکمنستان مشارکت دو کشور را در زمینه اقتصادی نه تنها برای افغانستان و ترکمنستان بل برای منطقه مهم میگوید. امروز افغانستان و ترکمنستان مبدل به دو پل دو طرفه شدیم تا دوباره چهارراه آسیا را زنده کنیم. از یک جهت امروز انرژی، برق، گاز و در آینده نفت از راه افغانستان به آسیای جنوبی، به پاکستان و به هندوستان خواهد رسید. از طرف دیگر ترانزیت منطقه از راه افغانستان به ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکیه و بخش دیگرش به قزاقستان، اوکراین و روسیه خواهد رسید. این یک پیروزی عمده است. در سفر رئیس جمهور به ترکمنستان، میان رئیسان جمهور دو کشور روی دو برابر شدن حجم بازرگانی در جریان سال روان میلادی، افزایش صادرات برق از ترکمنستان به افغانستان، عملی شدن هرچی زودتر پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از راه افغانستان، ایجاد راه لاجورد از افغانستان تا اروپا از راه آسیای میانه، ایجاد شبکه راه آهن میان افغانستان، ترکمنستان، ایران، تاجیکستان، چین و پاکستان، ساخت ترمینال جدید صادراتی میان افغانستان و ترکمنستان، افزایش صادرات گاز مایع و مواد نفتی و گسترش روابط بازرگانی به ویژه در صنایع دستی و قالین توافقات صورت گرفتند. اینا پروژه های بسیار کلانی هستند که به خاطر ساختن زیربنای منطقه نقش بسیار کلیدی را بازی میکنه و قرار است که در آینده ها این مسیر با ایجاد خطوط در حقیقت راه ابریشم که چین فوق العاده سر سرمایه گذاری میکنه و کشور ترکمنستان به عنوان یکی از اعضای شانگهای میتونه که نقش کلیدی رو در راستا بازی بکنه و بسیاری از مسیرهای ترانزیتی و تجارتی منطقه که ساخته شود در حقیقت در مسیر ترکمنستان واقع داره. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع نیز با اشاره به امنیت کشورهای آسیای میانه این توافقات را به سود افغانستان میگویند. اگر این سهولت ها فراهم شود، اگر این مشکلات حل شود، ما متعقن هستیم که بسیار در مدت کوتاه ترکمنستان بزرگترین شریک تجارتی ما خواهد بود.
با گفته آگاهان اقتصاد، در کنار پروژه تاپی و ترانزیت برق، راه اندازی راه لاجورد و ایجاد شبکه های خط آهن میان ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان و چین، از یک سو با ترکمنستان، افغانستان، ایران و ترکیه، سوی دیگر افغانستان را به یک چهار راه مهم ترانزیتی در منطقه مبدل می سازد. در یک حمله انتحاری در ولایت هلمند دو تن جان باختند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های محلی هلمند میگن که این رویداد حوالی ساعت 2 پس از چاشت امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هنگام رخ داد که یک انتحار کننده سوار بر یک موتر مواد انفجاری همراهش را در برابر کاروان اکمالاتی پلیس امن و نظم عام منفجر ساخت. افزایش همکاری های مردم با نیروهای امنیتی، حمله های مخالفان مسلح و جرم های جنایی را در پایتخت تا 58% کاهش داده است. فرمانده پلیس کابل میگوید که نیروهای امنیتی اخیراً موفق به کشف 4 موتر پر از مواد انفجاری و دستگیری شمار زیادی از راسفگنان و آدمربایان در پایتخت شدند. در همین حال، آگاهان سیاسی به این باور هستند که اختلاف های میان گروهی طالبان سبب شده است تا این گروه از رهگذر اقتصادی و نظامی ناتوان شود. تا لحظات دیگر، دستور آزادی پسران حسن مبارک رئیس جمهور پیشین مصر از زندان. ادامه خبرها، شمار از فعالان از کافی نبودن مبارزه جهانی در برابر فقر، نابرابری های اجتماعی و تغییرات اقلیمی انتقاد می کنند. این فعالان با ساختن آدم های برفی و اجرای نمایشنامه در حاشیه نشست جهانی اقتصاد در سوئیس از رهبران جهان می خواهند که با این پدیده ها به گونه جدی مبارزه کنند. دادگاه در مصر دستور آزادی دو پسر حسن مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور را تا محاکمه دوباره آنان صادر کرد. وکیل مدافع خانواده مبارک میگوید که علا و جمال مبارک از اتهام فساد مالی براءت گرفتند و اکنون باید آزاد شوند. دادگاه عالی مصر سه شنبه هفته گذشته حسن مبارک و پسرانش را از اتهام فساد تبرئه کرد و دستور داد پرونده اتهامات آنان دوباره رستگی شود. یک هواپیمای بدون سرنشین که 2.7 کیلوگرم مواد مخدر را در مرز میان ایالات متحده آمریکا و مکسیکو انتقال میداد سقوط کرد. پلیس مکسیکو میگوید که مواد مخدر در 6 کیسه پلاستیکی در این هواپیما جابجا شده بود و بررسی‌های بیشتر درباره این رویداد آغاز شدند. تا لحظات دیگر، خوشبینی ها از مجمع سالانه جهانی اقتصاد. ادامه خبرها، افغانستان با اشتراک در مجمع سالانه جهانی اقتصاد که در داووس سوئیس برگزار شده است، باید با ارائه برنامه های روشن زمینه جلب سرمایه گذاری های خارجی و گرفتن قرضه های آسان را فراهم سازد. رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع میگوید که افغانستان باید با اشتراک در نشست به سود اقتصاد افغانستان اعتماد سازی کند. این در حالی است که گفته می شود در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد رئیس جمهور غنی اشتراک خواهد کرد. در پایان فشرده چند خبر. شمار از اعضای مجلس در تلاش هستند تا نامزد وزیرانی که دارای دو شهروندی هستند دوباره شامل فهرست نامزدان بسازند. در یک حمله انتحاری در ولایت هلمند دو تن جان باختند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. و شمار از فعالان از کافی نبودن مبارزه جهانی در برابر فقر، نابرابری های اجتماعی و تغییرات اقلیمی انتقاد می کنند. از توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر می کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.